دوستان عزیز سلام، سام آذرعسکری هستم. تو این درس میخوام روش اول مدل سازی فرش رو برای شما آموزش بدم. امیدوارم از این آموزشی که براتون تدارک دیدم بتونید استفاده کنید و تو کاراتون ازش بهره ببرید. ولی قبل از هر چیز درخواست دارم که این آموزش رو لایک بفرمایید. اگر هم تازه به جمع دوستان و دنبال کنندگان ما پیوستین، لطفاً لینک یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. میتونید در اینستاگرام هم بنده رو دنبال بفرمایید. آدرس هر دو رو در تصویر میتونید مشاهده کنید. لینک هر کدوم از صفحات رو براتون در قسمت کپشن قرار دادم. میتونید از طریق اون آدرس ها بنده رو همراهی بفرمایید. این به من کمک میکنه تا بتونم با توان و انرژی بیشتری براتون هر هفته چندین ویدیوی آموزشی جدید آماده بکنم. بیشتر از این منتظر نمیذارمتون. بریم و با هم دیگه درس رو شروع کنیم. تو این درس میخوام با استفاده از یه دونه پلین یه فقط صرفا فرش براتون بسازم، از این مدل فرش های حالا اصلا مدرن و این فرش های ماکارونی که جدیدن خیلی هم مد شده استفاده میکنن، یه چنین مدل فرشی رو بسازیم، یه طرحی رو براش بذاریم، ببینیم که چطور میخوایم ازش استفاده بکنیم. من تو صحنه‌ام کار خیلی خاصی انجام ندادم، یه ویری پلین دارم فقط در پروژه، یه مقداری هم پایین تر از سطح قرار دادم که تداخلی با این صفم نداشته باشه و یه نوری که پروژم رو داره روشن میکنه، دوربینی هم که خب داره مستقیما به این صفحه من، به این سطح حالا فرش من نگاه میکنه برای اینکه فرشم رو بخوام درستش بکنم. قبل از اینکه شروع کنیم کار رو انجام بدیم، ما نیاز به تکسچری داریم که برای این فرش میخوایم استفاده بکنیم. طبق معمول دوست عزیز و یار همیشگیمون گوگل، بیام سراغش ببینیم که بهمون چه کمکی میتونه بکنه. من کارپت تکسچر سرچ میکنم ببینیم چکس هایی رو اینجا برای ما قرار میده. البته بذارید اینایی که اومد، نه از اینا نمیخوام، میخوام از این حالت های مدرن باشه. آره از این طرح اینجوری یه طرحی پیدا بکنیم. سایز های اینا رو هم یاد کنترل بکنم، یه عکس با کیفیت بالا بگیریم که میخوایم اش استفاده بکنیم. دعا کنم اینم این بد نیست. این سایز بالتر از این فکر کنم بشه پیدا کرد. این که نه، آره خب بذارید من یکم اینجا نگاه کنم ببینم چه طرحی. این طرح بد نیست، طرح جالبی میتونه بشه. طرح دیگه چیا اینجا ها میتونه بده بهمون؟ این هم خوبه، چه کیفیت خوبی هم داره این 2000. این خوبه، کیفیت خوبی هم داره، فقط باید دورش بعدن کراپ بکنم. حالا اون خیلی مهم نیست. روی دسکتاپ هم به اسمی ذخیرش بکنم. طرحهای دیگه هم هست، حالا میگم انواع این مدل ها رو میشه با این تکنیکی که اینجا میخوام براتون صحبت بکنم انجام بدیم. اوکی خوب بود. این عکسی که اینجا گرفتم رو در محیط فتوشاپ بازش بکنم، کراپ کردنش رو انجام بدم و دیگه میتونم توی محیط ازش استفاده بکنم. البته برای دوستانی هم که حالا با فتوشاپ اینم کار نمیکنم، اینجا هم میتونید کراپش بکنید. میخوایم همینجا کراپش کنیم، مثلا نریم تو فتوشاپ، ما که داریم کل کارمون رو تو محیط مکس انجام میدیم. ولش کنم تو این محیط اینجا انجامش میدم که حالا اصرارم داره که برای من فتوشاپ رو باز کنه. خب بیام اینجا عکسم رو بیارم، همینجا کراپش میکنم، خیلی مهم نیست. ای بابا آقا نمیخوام، چه کاریه، اصرار داره بذارید کار باز کنه دیگه، تاکید داره میکنه میخواد اینجا باز کنه. خب من بیام اینجا عکسم رو یه مقداری این لبه های این کاری که میخوام کراپ بکنم رو ببینم، این لبه های این رو خب این اصلاح بشه. این لبه ها اینو بیارم بندازمش روی این پلینی که اینجا دارم و ببینم که
بچسبونه میشه. اوکی، این حالا فرشی که میخوایم تا به اینجا میاد، حالا طرحش رو آوردیم اینجا قرار دادیم و این میشه اون مدل فرشی که میخوایم. اما خب این فرش باید به لحاظ اون پورت هایی که داره هم درست بشه. تو این درس میخوام از ویری فر استفاده بکنم. ببینید قبل از اینکه ویری فر بدم، ویری فر ارتباط بسیار مستقیمی داره به تعداد سگمنت هایی که شما روی کارتون دارید. هر چقدر این تعداد سگمنت بیشتر بشه، فر بهتری دارید. فرش هم بذارید یه ابعاد مقدار میخواهید دقیق‌تر براش بذاریم. حالا تو کار دیگه هم سعی میکنم فرشی که میسازیم دقیق باشه. خب ببینم، تقریبا حالت مربعی میخوام داشته باشه به خاطر نوع کاری که فر انجام میده. خب به این یه مودیفایر ویری فر بدیم، یا فرمان فر رو میتونیم از اینجا ویری فر رو به کارمون اعمال بکنیم. قطعا طولش الان خیلی زیاده، صرفا یه نگاه بهش بندازیم ببینیم چی شد، بعد کارمون ادامه بدیم. ببینید الان اتفاقی که برای ویری فر اینجا برای من افتاده اینه که تکسچری که من داخل کارم آوردم رو نتونسته در بیاره، طرح تکسچر اینجا نیفتاده. خب من برای اینکه طرح تکسچر رو بتونم روی کار بیارم، همینطور که فر انتخابه و من اینجا دارم روش کار میکنم، یا یعنی اینکه ببینید من این پلینی که بهش متریال دادم رو، یا حالا علامت مثلث اومده کنارش، میتونم باز کنم ویری فر رو انتخاب بکنم و همون تکسچری که به پلینم دادم رو به فر هم اعمال بکنم. طولش هم دیدم خیلی زیاد بود، 15 سانت براش زیاده، این رو به حدود 10 سانت کاهش میدم. میتونم میزان خمش رو کنترل بکنم، یعنی با گراویتی کار کنیم، با خمش کار بکنیم که ببینیم این چطوری میشه. تعداد این هیرهام هم 1000 تاش میکنم 10000 تا. برای اینکه فر سنگینم هست، من امبینت اوکلوژن رو فعلا غیر فعال میکنم و خب چون دارم در حد تست باش برخورد میکنم، میتونم ایمیج فیلتر هم نداشته باشم که اوکی برداشته شده، کالر مپینگ هم که HSV اوکی خوبه. خب ببینید اومدم و حالا این تصویر رو به اون حالا فیرم هم اعمال کردم و این اون طرحی که میخواستم اینجا در اومد، یعنی این فیلی که من دادم هم اون عکس رو گرفته به خودش. ببینید این دقیقاً تونالیته رنگی فرمی که می‌خواستیم رو در اومده. دیگه حالا از اینجا به بعد باید یه مقداری روی این فر کار بکنید، روی تعدادش کار بکنیم، روی لبه‌هاش کار بکنیم. می‌تونه مقداری لبه‌هاش مثلا جمع‌تر بشه، انقدر این باز نباشه، یعنی یه مقداری تیپش بکنم، فکر می‌کنم خوب بشه. خب بذار من رندر رو متوقف بکنم، اینجا دیگه کاری باهاش ندارم. بیام سراغ اولا تعداد، این 10000 تا بود، تعدادش رو مثلا به حدود 16000 تا افزایش میدم و میتونم یه مقداری گراویتیش رو کنترل بکنم، باز میزان بند رو کنترل بکنم. ببینید میزان بند و گراویتی ببینید روی اون شعاع خم شدگی شما تأثیر میذاره. این مثلا روی مقدار لبه های کارم رو هم میخوام دربر بگیره، باز با بند و گراویتی همچنان سعی میکنم کار بکنم ببینم که این فاصله کجا میتونه عدد بهتری به خودش بگیره. خب این یه تیکه فقط همین اینجا رو اگه به من رندر بده که من یکم روی لبه های این دقت کنم ببینم لبه های این به چه صورت در میاد. آره من با خمشش اوکی هم. تعدادش رو باید همچنان افزایش بدیم، این جا داره که تعدادش بیشتر هم بشه، ولی خب خوبه تا اینجا اوکیه. میتونی یه مقداری تیپش بکنید. وقتی اینو تیپ بکنیم، بذارید من این عکس رو داشته باشم، یه بدل هم روش نگه داریم. این رو اگر تیپش بکنید، حالا تیپ یه نهایتا هم بیاد روی عدده مثلا یک عدد بنویسید، صفر تا یک میتونه حرکت بکنه. اینا اگه بیارم رو عدد یک و یه بار دیگه سن رندر کنم، این سر
این فرمن میاد نازکتر میشه، میبینید انگار وقتی که میاد جلو یواش یواش قطرش کمتر میشه. حالا میتونه این بازی براتون اتفاق بیفته، کمترش بکنیم یه مقدار، مثلا من حس میکنم زیادی این موها بلنده، یه مقدار کمترش میکنم، باز بلندیش رو کمتر میکنم، تعداد رو بیشتر میکنم، با میزان خمشم اوکیم، تیپر یکم براش احساس میکنم خیلیه، 16 هم فکر میکنم عدد مناسب تری باشه. خب یه تست رندر دیگه، داره بهتر میشه یواش یواش، ولی ارتفاعش رو مقداری بلندتر میکنم، باز به تعداد فرهام اضافه میکنم که این فرش حالت بهتری به خودش بگیره. بله خوبه، من تقریبا ازش راضیم، کاری که میخواستم رو داره در میاره. باز تیپرم رو باز به تناسب کمتر میکنم، نمیخوام اینقدر جمع بشه، گراویتی و بندم هم مناسبه و فکر میکنم که میتونم حالا یه رندر نهایی از این کار بگیرم، ببینم فرشی که با این تکنیک ساختیم به چه صورت از اون در میاد. خوبه خوبه، میگم البته یه مقداری باز حالا بلندی و کوتاهی موهاش یا حتی میزان خمشش تیپ شدنش یه مقداری حتی میتونه یه جایی سلیقه‌ای باشه، ولی من فکر میکنم الان اون طرح از حالا فرشی که مد نظر من بود رو اینجا تونسته برای من به خوبی در بیاره. امیدوارم از آموزشی که براتون تدارک دیدم نهایت استفاده رو برده باشین، همراه من در سایت و شبکه اجتماعیمون باشین، آموزش‌های بیشتری رو براتون تدارک خواهم دید. مثل همیشه طبق معمول شعارمون تمرین فراموش نشه، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار.